این مثلا من این سوال میدم، میگم آقا 40% 3000 تومن، اینو بهم بگو، اصلا خارج از اینه، 40% 3000 تومن عدد بهم بگو ببینم ساده کردن چجوری. 40% 40% 3000 تومن رو بهم بگو چقدر میشه. صد و بیست. این رو با این بزنید دوتا رو، خب چهار سه تا دوازده تا درسته میشه 1200. آلمان من 120 نیست، 1200ه. صفر رو علکی نزنی. پس اگر تو صورت سوال به شما گفت مثلا 30% یه چیزی، میایی ضرب میکنی بر اون عدد تقسیمش میکنی. خب بریم بچه ادامه حلمون. گفته که اگر در این کشور 30 میلیون نفر مشغول به کار باشند، خب اینترنتت بده نگین، اگه تصویر بده اینترنتت بده، یه بار خارج شو دوباره وارد شو، یاد بقیه بگو از اینترنت استفاده نکن. اگر در این کشور 30 میلیون نفر مشغول به کار باشند، خب حداقل چند میلیون شغل باید ایجاد شود تا نرخ بیکاری کوچکتر مساوی 5% شود. وای چقدر این سوال خوبه، چقدر این سوال خوبه. 18 میلیون تا بشه 5%. بریم ببینیم چیه جریان. ببین جمعیت کل کشور 50 میلیونه، 40 میلیونش هم فعالن. فعالا چیا بودن؟ فعالها بودن، بیکارها به علاوه شاغلها. درسته؟ خب اینجا ما باید چی کار کنیم؟ فعالا 40 میلیونن، شاغل هم چقدرن؟ 30 میلیونن. گفته که 30 میلیون مشغول به کارن، پس بیکارهای من چقدر میشه؟ 10 میلیون. فعلا تا اینجا من چی کار کردم؟ هیچ کار خاصی نکردم، فعلا فقط فعالها رو حساب کردم و بیکارها. یعنی الان ما میدونیم فعالهامون 40 میلیونه، بیکارهامون هم 10 میلیونه. اینو داشته باش تا بگم سوال چیه. یه اسکرین بگیر میخوام من این اسکرین رو پاک کنم چون جا نمیشه. خب خوب نگاه کن، ما الان میخوایم دوباره تن قبلیه نرخ بیکاری رو بنویسیم. نرخ بیکاری مساوی میشه با بیکارها چقدره؟ 10. فعالها چقدره؟ 40. ضرب در 100. گفته که چند شغل جدید باید اضافه شود. بچه شغل جدید که اضافه می کنم از چی کم می کنم؟ نه 30 میلیون. آفرین، من از این ور باید از بیکارها کم کنم. شغل اضافه میکنی بیکارها رو کم میکنی، پس از این ور باید چی کار کنم؟ باید از این ور منهای ایکسش بکنم. درسته؟ خودش گفته نرخ بیکاری کوچیکتر مساوی 5% شود. ببین کوچیکتر مساوی 5، میبینی؟ 10 منهای x تقسیم بر 40 ضرب در 100 باید کوچکتر یا مساوی 5 شود. بچه با این مفهومش مشکل ندارین؟ اوکی؟ ببین عمدین رو گذاشتم ها.
شما همیشه با مساوی سر و کله میزدی، الان گذاشتم کوچیکتر مساوی، کل ذهن تو دارم عوض میکنم. مشکل نداری اوکی این؟ خب بریم حلش کنیم اینو. ببین حل این چجوریه. ببین از الان دارم میگم بچه 11 خیلی این سوتی رو میدن، میاد این صفر رو با این صفر میزنه. آقا اینو میزنم داخل پرانتز، تو حق نداری به این دست بزنی. من گذاشتم داخل پرانتز، ورود ممنوع. اما این صفر رو میتونی با این صفر بزنی، درسته؟ 10 به 2 میشه 5، 4 به 2 میشه 2. یه نکته بهت یاد بدم، این نکته کاملا خوبه برای سال آینده، بچه سال آینده خیلی از این نکته استفاده میکنیم. حالا وقت داریم این نکته رو سریع بهت بگیم. ببین داری سوالای بی نظیر از این قسمت حل میکنی، یا اصلا فکر نمی کنم از این سوالهایی که مخصوصا این نوعی که داری میبینی تو مدرسه حل بشه. ببین اگه ما دو تا کسر داشته باشیم، خب همش هم عدد، دو تا کسر داشته باشیم، عددهایی که توی صورت هست مثلا 2 ضرب در 5، 3 ضرب در 10، خب 4 ضرب در 7، 7 ضرب در 6، مثلا یک سر اینجا بزن. ببین اینو چجوری میتونم ساده بکنم. شما اگه وسط مساوی داشته باشی، یک از چپ یک از راست باشه، صورت با صورت میشه ساده کرد، مخرج با مخرج هم میشه ساده کرد. چجوری؟ ببین توی این سوال مخرج با مخرج رو میتونم ساده کنم. چقدر سریع، اشکال نداره. نه ببین اگه عالم، ببین اگه بین جمع و تفریق باشه نمیشه ها، جمع و تفریق باشه دو تا به جای دو تا کسر 3 تا کسر باشه، این وسط اینا نمیشه. حالا مثلا سوال میده میگه آقای ترابی گفت اینجوری حلش کن، من کی گفتم؟ من گفتم آقا دو تا کسر اگه داشته باشیم بینشون مساوی باشه همشون هم ضرب باشه، اصلا جمع و تفریقی بینش وجود نداره، جمع و تفریقی بینش وجود نداره، صورت با صورت رو میشه ساده کرد، مخرج هم با مخرج میشه ساده کرد. یعنی الان صورت با صورت 5 به 5، نکنه الان 2 5 تا میشه 10 تا دیگه، درسته؟ 10 به 10 این ساده میشه و یک ازش میمونه. یعنی الان چی موند؟ یعنی الان از صورت موندش 1، مخرج موند 4، صورت موند 3، درسته؟ مخرجم موند 6x. میخوای ساده کنی؟ میتونی در رفعه مسطح این کنی؟ هیچ اشکالی نداره ها، اما من میخوام ساده کنم. خوشگل مرتب بریم نیا کن. 4 3 رو با ساده کن با 6 میشه 2. آقا شما گفتی فقط صورت با صورت، مخرج با مخرج. من نگاه کن گل، صورت با مخرج این ور ساده میشه، صورت با مخرج این ورم ساده میشه، درسته؟ اینو دید دبستان خوندی دیگه. حالا این ور مساوی با این ور مساوی هم صورت ها با هم ساده میشه، مخرج هم همینطور. الان چی موند ازش؟ 1/4، 1/2x، 2/2 1، 4/2 2، طرف این وسط این کن x میشه 2. آقا همون اول طرف این وسط این کردم راحت‌تر نبود؟ دوست داری مثلا ضربش کن، 10 این هم میشه 42x، 42x ضرب در 10 میشه 420x، 7 4 تا 28 تا، این برم باید 28 رو ضرب در 30 میکردی، هر جور که راحتی. حالا اینو برای چی گفتم؟ از اینجا که سوال نداریم، نمیدونم کدوم ملیکایی، ولی اینو 10 بار خودم تو کلاس گفتم. یه بار دیگه، یه مثال دیگه.
نگاه کن منو ساده تر دیگه از این آسفتر. ما الان برگردیم به دبستان، شکلی بگم بهتون. خب این شکل رو نگاه کن، فقط و فقط بینشون ضربه، فقط و فقط هم چیه؟ دوتا کس بیشتر نمیبینم عزیز من. خب گفتم صورت با صورت بشه ساده کرد. نگاه کن این دوتا ابر شبیه همه، این دوتا رو میتونم با هم دیگه بزنم، نه اینکه ساده اینجوری، ولی میتونم با هم دیگه بزنم. این برم این دوتا دایره با هم برابرم، میتونم با هم دیگه بزنم دیگه، اینو میفهمیم دیگه ایشالله. بله وایسا حسین الان دیگه اینو فهمیدین؟ خب حالا نگاه کن ادامه این چیزی که الان گفتم رو میخواییم با هم حل کنیم. چی میشه؟ میشه 10 منهای x از این و ضرب در 5 تقسیم بر 2 کوچکتر مساوی 5 یکم. آقا نه تنها توی مساوی بلکه تو کوچکتر بزرگتر هم میتونی این کارو بکنی. بیا صورت رو با صورت بزنیم. چی و با چی؟ 5 رو با 5 بزن. وقتی ساده کنی چی میمونه؟ 1. ببین دارم چی کار میکنم؟ یعنی الان 10 منهای x تقسیم بر 2 کوچکتر مساوی 1. 10 منهای x تقسیم بر 2 کوچکتر مساوی 1. بله دو طرف رو ضرب در 2 کن که مخرجه از من بره. دو طرف رو ضرب در 2 کن، این بر ضرب در 2، این برم ضرب در 2 میکنم که چی بشه؟ که مخرج این از بین بره. 10 منهای x کوچیکتر مساوی 2. یه تجزیه تحلیلش کن، من هیچی نگم، یه تجزیه تحلیل کن یه دقیقه. خب ایکس ها یه طرف، عدد ها یه طرف، من ایکس رو میبرم میندازم اون بر، دو رو میندازم این بر، یعنی میشه 8 کوچیکتر مساوی ایکس. میگه چند میلیون صدا رفت چند میلیون شغل ایجاد شود، چند میلیون شغل ایجاد شود حداقل. نرخ بیکاری کوچکتر مساوی 5. آقا از 8 به بالا حداقل باید 8 میلیون شغل ایجاد بشه. ایکس ها باید بزرگتر مساوی 8 باشه. از 8 میلیون به بالا باید شغل ایجاد بشه. یه بار مرور کنم، دوره کنم ببینم میفهمی یا نه. سوال گفته کشوری 50 میلیون نفر جمعیت دارد. کل جمعیت کشور، تو اسلاید قبلی بهت گفتم کل جمعیت کشور چقدره؟ 50 میلیون. ها درسته؟ بدو 50 میلیون نفر کشور جمعیت داره. حالا بهم گفته 80% کشور جمعیتش فعاله. 80% رو ضرب در 50 کردم، مقدار 40 میلیون به دست اومد. یه جمعیت فعال کشور به دست اومد 40 میلیون. اینه هاش. بعد اومده گفته در این کشور 30 میلیون نفر مشغول به کارند، 30 میلیون مشغول به کار باشن. اگه توی کشوری که 40 میلیون فعال باشن 30 میلیون مشغول به کار باشن، 10 میلیون بیکارن. بعد چی کار کردم؟ شاخص نرخ بیکاری رو براش نوشتم، گفتم 10 منهای، حالا این منها رو فعلا نگم، 40 ضرب در 100 باید کوچیکتر مساوی 5 باشه. خودش گفته منهای ایکسش کردم. چرا؟ چون گفتم شغل ایجاد کنم بیکارا کم میشن. بعد بقیهش ساده سازی این بود.
حسین 8 میلیون نباید شغل ایجاد بشه، حداقل ایکس بزرگتر مساوی 8، یعنی از 8 به بالا. بچه اونایی که متوجه نشدن، ببین سوال لازم داره دو بار، سه بار، چهار بار ویدیو رو ببینید، مراحل رو ریز به ریز مو به مو واسه خودت دوباره تکرارش کن. خیلی سوال خوبیه، بی نظیره. حالا یه قولی هم من بهتون میدم، جلسه بعد که اومدین سوالای بی نظیری براتون حل میکنم، بیشتر هم حل میکنم براتون از این قسمت. خب بریم بعدی بچه ها. شاخص توده بدنی، قسمت آخری که امروز احتمالا بشه گفتشه، چند دقیقه بیشتر تایم نداریم. شاخص توده بدنی رو میخوام بهتون بگم، یا بهش میگن نماتوپ. حالا چرا نماتوپ اینا دیگه، این از کسایی که اسمشو گذاشتن باید بپرسیم. یا اصطلاحی که خیلی رایجه بهش میگن BMI، شاخص توده بدنی یا نماتوپ. من این نکته رو بهتون بگم، ببین خیلی از بچه ها میان حساب کتاب میکنن، میگن ما الان همین الان که بهت میگم، تو همین الان میری حساب کتاب میکنی، میگه من شاخص توده بدنی رو میام حساب میکنم، بعد این جدولم که بهم داده اگه اوکی باشه، میگه آقا من وزنم اینجا اوکیه، هیچ مشکل اضافه وزن ندارم. این نکته رو بهت بگم قبلش، این معیار معیار خوبی نیستش واسه اینکه بفهمی چربی داری یا نداری، اضافه وزن داری یا نداری. چرا؟ این شاخص توده بدنی که کتاب آورده بهش اشاره کرده، فقط و فقط و فقط ملاک و معیارش وزن و قدته. خب درصد چربی رو اشاره بهش نکرده و زیاد معیار خوبی نیستش برات. اما چجوری به دست میاد؟ برای اینکه بی ام آی رو حساب بکنی، شما باید وزنتون رو به کیلوگرم بنویسین، تقسیم بر مربع قدتون کنید. آقا چجوری؟ بیا مثال با هم بریم. یه بار دیگه من بگم، بی ام آی مساوی میشه با وزن تقسیم بر مربع قد. وزن تقسیم بر مربع قد. مثلا یه فردی هستش، مثال پایین اینجاست، وزن تقسیم بر مربع قد. یه بنده خداییه، این من نیستم، یه بنده خدایی 31 سالشه، او 74 کیلوگرم وزنشه، قدش هم 168. من نیستم این دارم میگم. شاخص توده بدنی او چقدر است؟ اضافه وزن دارد یا ندارد؟ بودو بریم حسابش کنیم. شاخص توده بدنی رو گفتیم میشه بی ام آی، میشه وزنش. بچه ها بالا رو نگاه کنید، اشاره کردم میخوام بازم ببینی وزن چیه؟ کیلوگرم. قد چیه؟ متر مربع نوشته، یعنی بر اساس متر به دست بیا به توان دو برسون. بیا اینجا. خب یعنی ما الان باید چیکار کنیم؟ یعنی وزنی که الان به هم داده رو بر اساس کیلوگرم به هم بگو. وزنش چقدره؟ 74. خب بنویس 74. کیلوگرم هم هستش، گرم که نیست. قدش 168 سانتیمتره. آقا تو که قدت 168 سانتیمتره، چند متر مربع، چند متره؟ میشه 1.68. دیگه ساده تر از دیگه نمیخوام وارد این کنم، آقا تقسیم بر صد کن، نمیدونم ضرب در صد کن، ضرب در نمیخوام، فقط اینو داشته باش. آقا قدت 173 میشه 1.73، قدت 170 میشه 1.70، اینو بلدی. یعنی الان قدش چقدر؟ 1.68. به توان دو باید برسونید. میبینی؟ قدش رو دارم به توان دو میرسونم. بچه ها باید به ماشین حساب کمک کنید، اینا رو نمیشه بدون ماشین حساب حل کرد، میشه ها گنده در میاد. 1.68 رو به توان دو برسونید، به این بگیم 1.68 به توان دو در ماشین حساب. یک اگه میخوای حساب کنیم چه 168 ضرب در 168، یعنی اینجوری باید حساب کنید، بعد 4 تا ممیز باید بذاری.
تونستین؟ خب 2.82224. حالا 74 رو تقسیم بر این عدد کنید. 74 تقسیم بر این عدد. بیست و شیش شد. خیلی مرسی حسین. حالا اینجا نگاه کن، این فردی که الان داری میبینی الکی سنشو نداشت، سنشو گفته 31 سال. بیا اینجا نگاه کن، 31 سال اینجاست، از 25 تا 34 31 اینجا قرار داره. شاخص توده بدنی چه زر جدول بیارم بالا؟ نماتوب مطلوب یعنی همون دی ام آی مطلوبش باید چقدر باشه؟ باید 23 باشه. طرف چقدره؟ طرف 26ه. یعنی 3 تا اضافه داره. نمیگم 3 کیلو، یعنی 3 تا اضافه داره، یعنی طرف اضافه وزن داره. خب یه معیار اضافه وزن دیگه. و این سوال آخر رو بریم بچه ها. نگاه منو، شاخص توده بدنی فردی برابر 25 است. من نگاه کن، بی ام آی یه نفر برابر چقدره؟ برابر 25. وزن تقسیم بر مربع قد، وزن رو نداده، ایکس. مربع قد بچه ها 200 سانتی متر چند متره؟ 200 سانتی متر چند متره بچه ها؟ 2 متره. درسته؟ ما الان میخوایم ببینیم وزن طرف چقدره. وزن طرف چقدره؟ باید این به توان 2 برسه دیگه. وزن تقسیم بر مربع قد. خب نگاه کن منو، x این 2 به توان 2، x تقسیم بر 4 مساوی میشه با 25 یکم. یه طرف این وسط این کن، x میشه 100. طرف 100 کیلوه، چاق نیستش، 200 سانتی متر قدشه، 2 متر قدشه. طرف 2 متر قدشه، خب باید 100 کیلو باشه دیگه تا یه چیزی در بیاد اون وسط دیگه. پس الان حالا بیاینو بررسی کنیم، سنشو اگه داده باشه، سند اگه سن میداد به فرض مثال میگه باقا طرف مثلا 30 سالشه، میومدم نگاه میکردم میگفتم آقا طرف 30 سالشه، اینجاست 25 تا 34، شاخص توده بدنیش هم چقدره؟ 25ه. اضافه وزن داره، برای آدم 30 ساله اضافه وزن حساب میشه، یه مقدار باید کم بکنه. بچه ها مشکل ندارین این قسمت رو؟ اوکی؟ من یه نکته بگم، ببین ما انشاءالله بچه 11 از هفته آینده آزمون‌های هفتگیشون که به صورت آنلاین برگزار میشه کاملا به راهه، یعنی من تمام اطلاعات رو حالا توی کانال میذارم، ایتی مس انسانی. خب تمام اطلاعات رو راجع به آزمون‌های آنلاین توی کانال هم میذارم بچه ها، حتما آزمون آنلاین ها رو شرکت میکنیم. ما کلاس که میاییم، ما روند کلاس داریم به یه ثباتی میرسونیمش. کلاس باید باشه، تمرین به راه، تمرین هم تو کانال قرار میدن، تست زدنمون به راه و آزمون دادنمون. من میدونم یه سری از بچه های من الان انقدر خوبن بچه 11 الان کلاس هامون میشه تقریبا کشوری دیگه، الان دیگه مقصد یه شهر نیستش، خداشو کشوریه. این کلاس ها میخوام انقدر بچه های خوب جذبمون بشن، انقدر بچه های خوب جذب بشن، سال بعد با افتخار بگیم آقا اینا رتبه های ما، مثل امسال
بچه ها امسال منتظر ترکیدن ما باشین، یعنی منتظر باشین که بچه ها میخوان بترکونن، یعنی کل کشور منتظرن. امسال به قدری شاگرد خوب داریم، فقط کانال رو نگاه بکنید ببینید. ما آزمون آنلاین های هفتگیمون که امشب هم هستش که بچه های 12 امشب آزمون آنلاین دارن، درصد های بچه ها رو ببینید. ببینید بچه ها توی 12 ها که کل کشور مینالن از ریاضی، ما داریم افتخار میکنیم. خب یکی دو از بچه ها هستن، خود حسین که الان داره اینجاست، الان دقیقا یکی از بچه 12 همه. ما افتخار میکنیم، دنبال درصد 43 نیستیم، دنبال درصد 70-80-90 صدیم. من اینو با افتخار و به گواه خود بچه ها دارم میگم بهتون. انشالله که پا تو پای این قدم تو قدم بچه ها بذاریم و دقیقا جایی رو بریم که بچه های 12 دارن تقیم میکنن. من از بچه های 11 هم توقع درس نخوندن ندارم، میخوام با تمام انرژی درس بخونن. حالا تو عید یه سری از بچه ها غیبت میکردن، آزمون ها رو آزمون نمیدادن، ولی از هفته آینده پنجشنبه من تمام بچه ها رو انتظار دارم بیان آزمون شرکت بکنن و انشاءالله جلسه آینده کلاسمون هر کی که از بچه هم نیست شرکت بکنه، به دوستاتون هم بگین، هر کدوم از بچه ها دوستاتون هم که بخواد میتونه به صورت کاملا رایگان از کلاس استفاده بکنه. انشاءالله که دیگه کلاس بهره برده باشین ازش، حسابی بحث رو خونده باشین. فقط یک بار یا دو بار دیگه مرور کنید، جزوه رو من توی کانال خودم هم میذارم، توی کانال هدفم گذاشته بود. دیگه بحث رو تمامش میکنم، خسته نباشین، به امید دیدار دوباره. خدا نگهدارتون. با حوصله حل کنیم بچه ها. آفرین 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 رعنا باریکلا، ام باریکلا، مهتابان آفرین، الناز آفرین باریکلا، پرهام آفرین، سینا، پانیز خیلی خوبه، خیلی خوبه. آقا نگاه کن اینجا رو، اینجا رو ببین، اینجا رو ببین. کیمیا باری کلا، اس اس باری کلا، امیر باری کلا، هلیا باری کلا، مبینا باری کلا. خب نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن. آقا الان بالا رو میخوای تجزیه کنی از یه دونه AX فاکتور میگیری، بالا رو تو بخوای تجزیه کنی از یه دونه AX فاکتور میگیری. AX بیارم بیرون X میمونه، از این هم اگر AX بیارم بیرون چی میمونه؟ به اضافه 1 میمونه. پایین چی دارم؟ 6X دارم. ضرب دره. ببین بالا رو نگاه کن، بالا اگه دونه دو فاکتور بگیری تموم ها، یعنی یه دونه دو فاکتور بگیری تجزیه میشه، X منهای چند؟ X منهای 3. پایین هم که داستانش رو میدونی، پایین هم که خب درجه دوم سه جمله ایه دیگه، من دانش آموز پایه نهم باید بلد باشم درجه دوم سه جمله‌ای بهم میدن، دید من اول بره سمت اتحاد یک جمله مشترک. بعد اگه نگاه کردم دیدم در واقع میشه با مربع کامل اتحاد اول و دومم نوشت، چیکار کنم؟ اونجا تجزیهش کنم. پس ببین الان من بالا رو چیکار کردم؟ بالا از یه دونه دو فاکتور گرفتم. کاری که تو مخرج انجام میدم بچه‌ها، مخرج هم اتحاد چیه؟ اتحاد یک جمله مشترکه. دو تا عدد باید بگی ضربش بشه منفی 3، جمعش بشه چقدر؟ جمعش بشه منفی 2. خب ببین x رو می‌نویسیم، بعد میگیم 3 یکی 3 تا، جمع بشه چقدر؟ جمع بشه منفی 2، ضربم بشه منفی 3، منفی مثبت. آقا ضرب اینا چقدر شده؟ ضرب اینا برابر با چند شده؟ برابر با 3 شده. خب حالا کاری که انجام میدم، میام اینجا x به اضافه 1، x به اضافه 1 رو ساده می‌کنم، x منهای 3، x منهای 3 رو ساده میکنم، یه x دارم، یه x دارم ساده میکنم، اینجا 2 رو با 6 ساده میکنم، 2 رو با 6 ساده کنم چند میشه؟ چند میمونه؟ 3 میمونه. پس یه دونه a میمونه، یه دونه 3 میمونه، درسته؟
یه دونه آ در بالا میمونه، یه دونه سه در پایین میمونه. کلن این عبارت هم کلن برابر با چند شده؟ برابر با یک شده. پس اینجا اگه دقت داشته باشین بچه ها، اگه دقت داشته باشین اینجا کل حالا چیزی که داریم میبینین، اینجا یه دونه آ سوم برابر با چند شده؟ آ سوم برابر با سه شده. آ میشه چند؟ آ در واقع میشه 9. آ برابر با چند میشه؟ آ برابر با 9 میشه. اوکی بچه ها؟ همون چیزی که خودتون هم به دست آورده بودین، یعنی جوابش در واقع گزینه چند شده بود؟ جوابش در واقع گزینه 1 شده بود. همتون هم اینجا گزینه 1 به دست آوردین. سوالی که نیست بچه ها، اگه سوالی دارین حتما بپرسین. سوال دارین بپرسین بچه ها. سوال ندارین؟ خیلی خوب. بریم سراغ سوال بعدی بچه ها. بریم سراغ سوال بعدی. بریم سراغ سوال بعدی. خب. آها. ببین سوال 9 واقعا سوال خوبیه. قشنگ گوش بده. قشنگ گوش بده. سوال 9 بچه ها حواستون باشه. برگشته گفته که دو تا عبارت گویا بنویسید که حاصل ضربشون، دو تا عبارت گویا بنویس که حاصل ضربش بشه چی؟ این عبارت. ببین تو میخوای دو تا عبارت چی بنویسی؟ دو تا عبارت گویا میخوای بنویسی که ضربش بشه آی منهای 2 به روی آی به اضافه 7. ببین اصلا نمیخواد اینجا خودتو اذیت کنی، خب دنبال پیچوندن لقمه نباش. کاری که انجام میدی الان اینه. ببین انگار آی منهای 2 بوده، آی منهای 2 بوده به روی چی؟ به روی مثلا آ. ضرب در چی بوده؟ ضرب در آ بوده به روی آی به اضافه 7. ببین این دوتا مگه عبارت گویا نیستن؟ آره این دوتا عبارت گویان. اگه من این دوتا رو در هم ضرب کنم، قبول داری آ با آ ساده میشه، اینجا آی منهای 2 میمونه، اینجا هم آی به اضافه 7 میمونه. پس اینجا این عبارت میاد تو صورت، این عبارت هم میاد تو مخرج. تموم شد و رفت. دو تا عبارت گویا نوشتم که ضربشون چی شد؟ ضربشون در واقع شد همون چیزی که صورت سوال از من میخواست. درست شد؟ بچه مورد ب رو اگه نگاه کنی، مورد ب هم فوق العاده مورد راحتیه. مورد ب برگشته گفته که دو تا عبارت گویا بنویس که جمعشون بشه چی؟ ببین جمعشون بشه در واقع، جمعشون بشه در واقع آی منهای 2. دو تا عبارت گویا رو میخوام با هم جمع کنم که جمعشون چقدر بشه؟ آی منهای 2 به روی آی به اضافه 7. خب بچه توی جمع ما دغدغمون چیه؟ دغدغمون مخرج مشترک گرفتنه. توی جمع ما دغدغمون چیه؟ دغدغمون مخرج مشترک گرفتنه. کاری که الان باید انجام بدم اینه که من باید مخرج چی بنویسم؟ مشترک بنویسم. اول به من بگین راجع به قبلی، اول به من بگین راجع به مورد الف سوال ندارین؟ چون نپرسیدم ازتون بچه ها که ببینم راجع به مورد الف سوال دارین یا نه. راجع به مورد الف سوال ندارین بچه ها؟ همین گفته بود ضربشون بشه آی منهای 2. ببین من یه چیزی هم بگم بچه ها، این آیی که الان من اینجا خودم تو مورد الف آوردم، این آیی که الان من اینجا خودم تو مورد الف آوردم، تو میتونی به جاش 5 بذاری، میتونی به جاش 7 بذاری، میتونی به جاش 3 بذاری، عدد بذاری، هر چی دلت خواست بذاری. خب اما ببین، آره خب حواس اینجا باشه. ببین مورد ب رو نگاه کن. مورد ب گفته حاصل جمعش بشه این. ببین حاصل جمعش بشه آی منهای 2 به روی آی به اضافه 7. ببین الان من دو تا عبارت گویا میخوام بنویسم، دو تا عبارت گویا میخوام بنویسم. تو مخرج من آی به اضافه 7 هم حتما باید باشه، چون مخرجم در واقع مخرج مشترکه. خب پس مخرج ما مشترکه، آی به اضافه 7 باید تو جفت عبارت گویایی که میخوام بنویسم باید باشه. خب ببین یه حرکتی میزنم، یه حرکت خیلی باحال. بالا آ می نویسم، اینجا منفی 2 می نویسم. تموم شده رفت. بالا آ می نویسم، اینجا منفی 2 می نویسم. انگار آ به اضافه منفی 2 شده آی منهای 2. آ به اضافه منفی 2 شده چی؟ شده آی منهای 2. مخرجمون هم که خدا رو شکر مشترک اینجا نوشتیم. ببینم سوال ندارین؟ سوال ندارین؟ خب بچه ساده است کلن دیگه. تقریبا میشه گفت اصل کاریا توی ریاضی پایه نهم اون فصل اتحاد تجزیه بود، فصل ششم بود. سینا یه بار دیگه توضیح میدید؟ بله تیکه تیکه نوشتم. خب
خب نگاه کن اینجا رو. ببین سینا جان، قشنگ حواست باشه. سینا جان سوال برگشته بود به ما، گفته بود من دو تا باکس می‌نویسم اینجا. این یه باکس من، این هم یه باکس من. خب گفته بود دو تا عبارت گویا بنویس. خب ببین دو تا عبارت گویا می‌خوای بنویسی. دو تا عبارت گویا می‌خوای بنویسی که جمعشون، اگه جمعشون کنی، اگه چیکار کنی جمعشون کنی، جمعشون بشه چی؟ جمعشون بشه آی من های دو به روی آی به اضافه 7. جمعشون بشه آی من های دو به روی آی به اضافه 7. ببین توی جمع دو تا کسر دغدغم اینه که مخرج دو تا کسر چی باشه؟ مشترک باشه. ببین مخرج دو تا کسر مشترک باشه، یعنی این آی به اضافه 7 که مخرج کسر حاصله، قبلا اینجا بوده، قبلا اینجا هم بوده. آها بعد ببین این آی من های دو انگار قبلا بوده، آ به اضافه منفی دو. ببین آ به اضافه منفی دو تموم شد و رفت، تموم شد و رفت. این شد چی در واقع؟ این شد در واقع دو تا عبارت گویا نوشتم، دو تا عبارت گویا نوشتم که جمعشون شد همون حاصل. قسمت یک رو، خب قسمت یک، یه لحظه نگاه کن سینا جان. ببین گفته حاصل ضربشون بشه آی من های دو در آی به اضافه 7. حاصل ضربشون بشه آی من های دو در آی به اضافه چی؟ در آی به اضافه 7. ببین دو تا عبارت گویا میریم جلو ببینیم چند تاست. فکر کنم یه تقریبا 10 تا 11 تا 12 تا اینا فکر کنم باشه، دقیقا یادم نیست. ببین گفته بوده دو تا عبارت گویا بنویس، حاصل ضربشون بشه چی؟ آی من های دو به روی آی به اضافه 7. خب آی من های دو، نگاه کن من اینو ببندم، سینا حواسش باشه، آی من های دو به روی آی به اضافه 7. خب ببین سینا جان انگار یه چنین داستانی بوده، خب انگار اینجا و اینجا این دو تا عبارت رو با هم چی شدن؟ ساده شدن، آی من های دو مونده و آی به اضافه 7 مونده. خب ببین حالا من یه چیزی بگم دیگه، الان اینجا سلیقه‌ایه تو اینجا چی بنویسی. اینجا دیگه سلیقه، من اینجا اومدم آ نوشتم، یکی شاید دلش بخواد 5 بنویسه، 5 با 5 بزنه، یکی شاید دلش بخواد بنویسه آی به اضافه 8، اینجا هم بنویسه آی به اضافه 8، این دوتا رو با هم بزنه که اینا بمونن، حاصل بشه این. ببین داره ضرب میشه. سینا اوکیه؟ آره. امیر محمد آره. اولی رو 9 بذاری، دومی رو 0 بذاری. خب آقا بریم بعدی. قشنگ گوشت با من باشه، بریم مورد بعدی. آها خب مورد بعدی رو رد کردیم فکر کنم. یه دونه سوال آها پایینه. خیلی خوب. نگاه کن مورد بعدی رو. آقا مورد بعدی تمرین کتاب درسی تونه، سوال 10. تمرین کتاب درسی تونه برگشته گفته که عبارتی که داری نگاه میکنی، ببین عبارتی که داری نگاه میکنی منفی x به اضافه 3 به روی x به اضافه 5، این عبارت با کدام یک از گزینه های زیر برابر است؟ این عبارت با کدام یک از گزینه های زیر برابر است؟ این عبارتی که داری میبینی با کدام یک از این گزینه ها برابره؟ با کدام یک از این گزینه ها برابره؟ خب ببینیم بچه ها، کاری که باید انجام بدیم اینه، کاری که باید انجام بدیم یه چیز خیلی ساده، منفی x به اضافه 3 به روی x به اضافه 5. قبول داری الان من میتونم اینو دو جور بنویسم، دو جور بنویسم یعنی چی؟ نگاه کن گوشت با من باشه. منفی مثبت ها رو که تو قاطی میکنی، ببین شماره یک، جور اول می نویسم، جور اول، نوع اول، نگاه کن. ببین کاری که میتونم انجام بدم این منفی x و این 3 میتونم جاشو عوض کنم، یعنی بنویسم نگاه کن 3 منهای x به روی x به اضافه 5. خب اینی که الان داری میبینی، اینی که الان داری نگاه میکنی، یعنی نوع اول میتونم این شکلی بنویسم، فقط اومدم جای منفی x و مثبت 3 رو عوض کردم، مخرجم که خب x به اضافه 5 دیگه، اصلا مخرج که اصلا عوض نمیشه جاش، 5 به اضافه x یا x به اضافه 5. خب حالا جور دوم چیه؟
جور دوم چیه؟ ببین جور دوم داستان اینه، الان منفی x به اضافه 3 به روی x به اضافه 5 کاری که من میخوام انجام بدم، از یه دونه منفی فاکتور میگیرم. مگه میشه آقای صفحه خواهره؟ چرا نمیشه؟ چیز مسخره و خندداری دارم میگم، ولی از یه دونه منفی میتونم فاکتور بگیرم. من از یه دونه منفی فاکتور بگیرم چه اتفاقی میفته؟ یه دونه منفی بیارم بیرون چه بلایی سرش میاد؟ نگاه کن، منفی فاکتور بگیرم، منفی رو بیار بیرون، پرانتز بذار، از منفی x منفی رو فاکتور بگیرم x میمونه، مثبت 3 منفی بیارم بیرون منفی میمونه. چرا منفی موند؟ به خاطر اینکه این منفی اگه دوباره در داخل نظر بشه، منفی در منفی میشه مثبت 3 به روی x به اضافه چی؟ x به اضافه 5. تموم شد. یعنی میشه منفی x منهای 3 به روی x به اضافه 5. نگاه کن ببین کدوم یکی از اینا داخل گزینه است. یا این باید باشه داخل گزینه یا این باید باشه، چون جفتشون یکی هن، فقط طرز نوشتن فرق میکنه. گزینه چند؟ مورد ب. نگاه کن، منفی x منهای 3 به x به اضافه 5. یه نگاهی بندازین ببینم سوال داری یا نه. ببینم سوال داری یا بله. باریکلا رعنا مبینا. خب هلیا دال نه، دال نمیشه هلیا، صحیح. خب آقا اوکیه بریم بعدی، بریم مورد بعدی. خب بریم سراغ سوال بعدی بچه ها. بله خداییش الان بچه ها سوال بعدی، سوال امتحان نهاییه، سوال بعدی سوال امتحان نهاییه. ببینم حل میکنیم برام یا نه. من بیارم سوال و سوال رفت. خب بچه سوالو برای من حل میکنین؟ سوالو برای من حل میکنین؟ دیگه شبیهش حل کردیم دیگه. بدوین دست به جنبونین این سوالو برای من حل کنین. سوال امتحان نهاییه. حل کردیم بچه ها. خب چی شد؟ حل شد؟ خیلی خب من حل کنم. خیلی خب امیر داره می نویسه، ببینیم امیر چی به دست آورده. خب حالا تا آها x به اضافه 5 ضرب در x، 5 در x به اضافه، آها خب درسته. یعنی الان امیر و مهتابان جفت جوابشون یکیه. خب ببین وقت نره، x دو منهای 25 میشه x منهای 5 در x به اضافه 5. اتحاد چیست؟ مزدوج. 5x2 هم خودشو مینویسم، اصلا تجزیه نمیشه. بعد این تقسیمه رو فعلا بنویس، بالا رو تجزیه کن، اتحاد چیه؟ یک جمله مشترک. اتحاد یک جمله مشترک دو تا پرانتز باز میکنم، چی بوده به توان دو رسیده؟ x. دو تا عدد بگو ضربش بشه منفی 5 جمعش بشه منفی 4، منفی مثبت. مخرج چی دارم؟ مخرج x دارم. آها خب ببین بالا رو مینویسم، بالا رو نگاه کن، بالا یادداشت میشه، این تقسیم تبدیل به ضرب میشه،
اینا جاشون چی میشه؟ عوض میشه، معکوس میشه. x به اضافه 1 در x منهای 5. حالا میام چی کار میکنم؟ ساده میکنم. خب چیا رو با هم ساده میکنم؟ آقا یه x منهای 5 دارم، با یه x منهای 5 میره. بعد ببین یه دونه x دارم با یه دونه x2. خب x با x2 ساده بشه، اینجا یه دونه چی میمونه؟ اینجا یه دونه در واقع x میمونه. x میمونه، x به توان چند میمونه؟ 1 میمونه. درست شد؟ خب تمام دیگه بچه ها. چیزی که بالا میمونه رو اینه و این، یعنی x در x به اضافه 5. چیزی که پایین میمونه 5x به اضافه 1. 5 در x به اضافه 1. البته الان من دقت کردم بعضی از بچه ها 5 مخرج و x بالا رو چیکار کرده بودن؟ ضرب کرده بودن. مشکلی نداره، مشکلی نداره، درسته؟ خب سوال نداریم بچه ها؟ سوال نداریم؟ بریم بچه ها یکی دیگه هم بریم حل کنیم، 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. 5 دقیقه دیگه بچه ها کلاس تموم میشه. اگر اوکی هستیم بریم سراغ مورد بعدی. بریم بعدی؟ خب آها خب ببین سوال 12 یکی از اون سوالاییه که تو میتونی انتظارشو داشته باشی که در واقع میشه گفتش که توی امتحان نهایی بدن. نگاه کن قشنگ سوال 12 رو قشنگ نگاه کن، سوال 12 رو قشنگ ببین. ببین سوال 12 رو من برات مینویسم، اصلا سوال چی داره میگه؟ سوال 12 رو من برات مینویسم که اصلا سوال چی داره میگه. فقط گوش بده ببین، فقط حواست اینجا باشه، هیچ چیز سختی هم نداره. این باشه آخرین سوال ما بچه. ببینیم بچه ها، گفته عبارت گویایی پیدا کنید. خب گفته عبارت گویایی به دست بیارید. آها عبارت گویایی رو پیدا کنید. اینها این یه عبارت گویا، قشنگ گوش بده. گفته عبارت گویایی رو پیدا کنید که اگه بر چی تقسیم بشه؟ ببین که اگه بر عبارت، که اگه بر عبارت x2 منهای 8x به اضافه 15 به روی x به اضافه 8 بشه تقسیم بشه. عبارت گویایی رو پیدا کن، اینو میخوای پیدا کنی، عبارت گویایی رو پیدا کن که اگه به این عبارت تقسیم بشه جوابش میشه 1 به روی x منهای 5. جوابش میشه 1 به روی x منهای 5. آقا یه چیزی بگم، الان ما نمیتونیم اینجا طرف این وسط این کنیم. یعنی چی طرف این وسط این کنیم؟ یعنی من نمیتونم الان اینجا، ببین، یعنی من نمیتونم الان اینجا اینو بیام تو این ضرب کنم، طرف این وسط این کنم دیگه، این دوتا رو طرف این وسط این کنم. چیو به دست بیارم؟ این عبارت گویا رو پیدا کنم. طرف این وسط این کنم، این عبارت گویا رو چیکار کنم؟ به دست بیارم. تموم شد. ببین بیاییم پایین بچه ها تا سوال من بیارم. خب یه لحظه بچه ها سوال رفت من اینجا ایناش ایناش. ببین الان قبول داریم من میتونم چیکار کنم؟ نگاه کن این عبارت مخرج رو تو این عبارت بالا چیکار کنم؟ ضرب کنم. ایناش اینجا مینویسم، یعنی x2 منهای 8x به اضافه 15 این ضرب میشه در x به اضافه ایناش، این ضرب ماست. درست شد؟ این عبارت رو میام تو این عبارت ضرب میکنم. آقا یه طرف این وسط این انجام میدم، بیام چیکار کنم؟ عبارت گویامو اینجا به دست بیارم. الان x2 منهای 8x به اضافه 15 رو بچه‌ها میتونیم تجزیه کنیم. x2 به اضافه 8x به اضافه 15 رو میتونیم تجزیه کنیم. تجزیه کنیم چی میشه؟ میشه x منهای 3 در x منهای 5. ببین یک جمله مشترک بود، تجزیهش کردم. دو تا عدد بگو ضربش بشه 15، جمعش بشه منفی 8. درست شد؟ به روی x به اضافه 8، اینجا هم یه 1 به روی x منهای 5 دارم. این دوتا با هم ساده میشه،
بالا ایکس منهای 3 میمونه، پایین هم ایکس به اضافه 8 میمونه، تموم شد. این همون عبارت گویای منه، این همون عبارت گویای منه. گرفتی چجوری حلش کردم؟ آره، آفرین آفرین امیر، درسته. بچه فهمیدین چجوری حل شد؟ خیلی ساده بودا، یه طرف این وسط این ساده انجام دادم، بعد دیدم تجزیه میشن تجزیه کردم، کاری نداشت، ساده بود. خب خب امیر محمد گوش بده، امیر محمد این یه باکسی کشیدم قرمز رنگ، خب این در واقع اینجا هاشور زدم، این همون عبارت گویاییه که من میخوام پیداش کنم. امیر محمد گوش بده، این همون عبارت گویایی هست که من میخوام پیداش کنم. اینها این عبارت گویاست، میگه اگه این عبارت گویا به این تقسیم بشه، اینها تقسیم بشه، تقسیم کردم به این عبارت، درست شد؟ اگه تقسیم بشه حاصلش برابر با 1 بر 1 سمن های 5. خب ببین یه چیز خیلی ساده است دیگه، واضحه. خب یه چیز خیلی واضحه، من الان اینجا میگم نگاه کن، یه چیزی ببین، یه چیزی تقسیم برای یه عبارتی شده، شده یه عبارت دیگه. خب ببین این دوتا رو در هم ضرب کنی این عبارته به دست میاد دیگه، قبول داری امیر محمد؟ من اومدم این دوتا رو ضرب کردم، ضرب اون دوتا کسرم که بلدی. امیر محمد جواب منو بده، باشه جواب میدم سینا جان، جواب میدم. خب بچه ها سوال خاصی ندارین؟ چون تایم کلاسمون تموم شده، اگه سوالی مطلبی هست بگین و الا کلاس رو به اتمام برسونیم. خب خسته نباشین بچه ها، وقتتون هم بخیر باشه، براتون آرزوی موفقیت میکنم.